اعتلاف بین المللی منطقه اتفاق افتاد. مزدوران سپاه عربستان و امارات رو تهدید کردند. خبرها که از آن است که هر لحظه امکان کودتا وجود دارد. با خبر شدیم که دو فرمانده ارشد سپاه هم پا به فرار گذاشتند. فرودگاه مهرآباد تهران از ساعتی پیش توسط ارتش محاصره شده اما صدایش را در نمیآورند. یک عضو ارشد گروه های افراطی در یمن اعلام کرده اگر عربستان و امارات به اعتلاف ضد یمن ملحق شوند به سراحت اعلام می کنیم که ما همه پالایشگاه های نفت و گاز را میزنیم و همه نفتکش ها را غرق خواهیم کرد به ویژه که زمستان اروپا و آمریکا در راه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه های افراطی تحت رژیم ایران حمله به نفتکش ها و کشتی های باری در دریای سرخ را افزایش دادند و خط عبور بخش عمدهی از تجارت جهانی را به خطر انداختند اما در آن گوشه سپاه فرمانده ها به جان هم افتادند و بعد از اختلاس های میلیاردی چندین فرمانده تا به فرار گذاشتند وزیر دفاع آمریکا پیشتر در بیانیه گفته کشورهایی که مایل به حفظ اصول بنیادین آزادی کشتیرانی هستند میبایست دست به دست بدند و با چالشی که این عامل غیر دولتی به میان کشیده مقابله کنند. لویداستین گفته این چالش بین المللی است و نیازمند اقدام جمعی است. به همین دلیل تشکیل یک ائتلاف بینون المللی را اعلام می کنم که طرح چند ملیتی جدید مهم است. کشورهایی از جمله بریتانیا، فرانسه، هلند، نروژ، ایتالیا، اسپانیا و بحرین در میان کشورهایی هستند که به طرح امنیت چند ملیتی پیوستند. در همین حال یک مقام دیگر آمریکایی در خصوص جزئیات بیشتر مأموریت جدید که هنوز رسما مطرح نشده گفته چندین کشور دیگر نیز موافقت کردند در عملیات مشارکت کنند اما ترجیح میدهند نامشان اعلام علنی نشود بلومبرگ گفته تهدید علیه ریاض در حالی که عربستان خط مش از روی اعتدال در مقابله با این گروه های یمن را در پیش گرفته و این از بیم هر اقدام خسمانی است که این گروه را تحریک کند تا آنها بر دامنه اقدامات نظامی خود بیافزایند تا ریاض را در معرض خطر و بازگشت نورد قرار دهند و تلاش برای آتش بس دائمی را به خطر بیاندازند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه فساد پاسداران گزارش داده در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان فلادرس شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا قاضی دادگاه اعلام کرده او به فساد فلعرز متهم شده. انتصاب اتهام فلعرز به فلودوریس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم رأی دادگاه بدوی و حکم عبس ابد صادر شده برای حمید نوری مقام سابق غذایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در از بین بردن زندانیان سیاسی در سال 67 تایید کرد. در جلسه ای در دادگاه فلودوریس در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلادورس اتهامات این شهروند سوئدی رو افساد فعل ارز از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارزی جمهوری اسلامی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرده افشاری خطاب به فلادورس گفته این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران بررسی پیامها ایمیلها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده. حکومت ایران غالباً از اتهام فساد فل ارز برای حذف مخالفان خود استفاده می کند. بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فل ارز می تواند به اعدام محکوم شود. به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه کاردار سفارت سوئد در تهران مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودورس هم حضور داشتند بر اساس این گزارش فلودورس اتهامات منتصب به خود را نپذیرفت و تأکید کرد که فرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد افشاری فلودورس رو به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تأکید کرد پس از پایان خدمت 13 ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجریه نظر استکهلم کازم غریب دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود او گفته در این پرونده انگلیسی ها هم دست داشتن و پرونده ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد. ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تایید حکم حبس نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در ایدام های دهه 60 گفته ایران رأی دادگاه های بدوی و تجریه نظر در خصوص حمید نوری رو از اساس غیرقابل قبول دونسته و به شدت اون را محکوم میکنه. مسعود ستایشی هم با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفته صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری مایه یه تاسف شد اما قابل پیش بینی بود هیچ حکمی به جز نوری رو به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم رو زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر میدانیم فلودورس بیش از 600 روز از در بازداشت به سر میبرد فعالان سیاسی و حقوق بشر بازداشت و محاکمه او رو تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری می دانند. برگزاری کنکور حجاب در تبریز با جایزه 7 میلیونی و سفر کربلا برگزاری کنکور حجاب در تبریز با جایزه 7 میلیونی و سفر کربلا جنجالی شد ها گزارش دادن ایده اجرای این مسابقه را امام جماعت یک مسجد مطرح کرده و سوالات آن از کتاب ترگل تر شده و 1600 نفر در آن شرکت کردند. جایزه نفر اول 7 میلیون تومان، جایزه نفر دوم 5 میلیون تومان و جایزه نفر سوم 3 میلیون تومان بود. به سه نفر از افرادی که کتاب رو خلاص نویسی کرده بودند هم کارت هدیه 500 هزار تومانی اهدا شده. از میان افرادی که به نصف سوالات پاسخ درست داده بودند نیز یک نفر با قرعه کشی به کربلا فرستاده میشد. خبرگزاری فارس اعلام کرده اجرای این مسابقه رو امام جماعت یک مسجد مطرح کرده و گفته خودش هزینه های این جایزه ها رو قبول میکنه و از طرف خودش این جایزه ها داده میشه. مردم تبریز بعد از شنیدن این خبر جنجالی دوباره به راه انداختن و گفتن امام جمعه چقدر حقوق می گیرد و چقدر درآمد دارد که برای یک مسابقه اینقدر از خودش هزینه می کند. معلوم نیست چقدر بودجه گرفته و چه برنامه ترتیب داده و چقدر را به جیب خودش ریخته که میخواهد حالا مبلغی را به عنوان هدیه از جانب خودش به برندگان این مسابقه بدهد. برگزاری کنکور و هجاب آن هم برای زنان در تبریز با جایزه 7 میلیونی و 5 میلیونی و 3 میلیونی سفر به آمریکا جنجالی بزرگ به راه انداخت. آنها اعلام کردند 1600 نفر در این شرکت کردند که از کتابی سوالاتی مطرح شده و به زنانی که به سوالات جواب درست میدادن جایزه های نفیسی داده می شده. امام جماعت مثل که کاندید نمایندگی مجلس را هم در کارنامهش دارد.